درود بر همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید، سلامتتر از همیشه باشید و خیلی خیلی خوش آمدید برنامه خودتونه، شما و صدای شما در تلویزیون عظیم رنگارنگ. بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام قربان. حال سرکار خوبی؟ بله خیلی هم خوبه آقا جان. بنده جدیدن الان حدود 10 روزه که از ایران برمیگردم. بله کبش کردی؟ بله بله. بنده رفتم اونجا با این آقایون خانوم ها در گوشه و کنار صحبت کردم. توجه میکنی؟ بله بله بله، حرفتون بزنی. آقا جان من در 10 نفر که سوال کردم شاید فقط یک نفرشون نارضایتی داشته. چه بخی اجالت بکش، قبیح هست تو یه مردی به سن و سال تو این چرندیات و این افتضاحاتو بیاد اینجا بیان بکنه. وقت آمد رو بفهم خواهش میکنم. آقای کوکی. بله جان دلم بفهمی. اینجوریه. آقای مهندس امشب اما تقاضا کردن که اگر شما زنگ زدی ما با 2 دقیقه صحبت بکنیم، بگیم شما دردت واقعا چیه. وضعیت جنس چجوره؟ هیچی، چون فقط هم یک کلمه رو بلدی. وضعیت جنس چجوریه؟ آمی خودم یه شعر بخونم. شعر بخونم، شعر هم بخونم، خیال ما راحت کن بریم. تو خودت قند و نمادی جگلادی جگلادی ازنی یوگی دینی. اینا هنرنمایی یک جوان اصیل همخون ما. خیلی ممنون ازم، محبت کردی. آقای مهندس خیال راحت شد. حالا اینه به همه خواهش میکنم. الو سلام. سلام قربان. احوال شما؟ محمد خوبم. عرض کردم که بله بفهم میخواهش میکنم. سلام عرض کردم. سلام قربان. قربان شما بفهمی. میخواستم بگم که شما پس چه تشریف میارین اینجا پیش ما گزده؟ والا شما فعلا حالا آرزوشو با خودتون بگور ببرین تا ما اونجا بیام خدمتتون. به خاطر شما هم که شده من میام. ما الان داریم شما گوری مگوری ما لپتو بگیرم یه اینجوری بکنم بعد یه دستو کش اینجا بینیم بالاخره با خاطر شما یه سر قضیه به شما میزنیم. به هر حال قربان صحبت رو بفهمی قربان. راجب این میخواستم آینده ایران صحبت کنیم برامون. دست کامو که داریم چیکار میکنیم؟ نه میدونم، میگم اگه ایشالله شما به امید خدا رئیس جمهور بشید برای ماها ایران، آینده ایران چه تصمیم میخواید بگیرید؟ چه تصمیم میخواییم بگیریم؟ خیلی خب ممنون آقای صحبت میکنیم. اگه شما حالا من معنی این نوع صحبت و این سوال رو نفهم بفهمی خواهش میکنم. الو بفهمی. آقا سلام. سلام قربان. آره شما خوبه؟ مرمتون. آقا جان الان در طرف اردبیل هم نفت پیدا شده. توجه میکنید؟ بله. یک نفتی که میگم سبز اصلا. بله خیلی ممنون. شما بفهمید. شما بفهمید. آقا اتابکی خسته نباشه. قربان شما بفهمید. آقا من میخواستم ببینم چرا وقتی برنامه شما شروع میشه همزمان با قیافه شما یه مستره اون بغل نشون میدن. آگه این مستره. شما بفهمید. بفهمید خواهش میکنم. داداش پاش بده. پاش بده. شما بفهمید. وضعیت جدی. شما بفهمید عزیز. آقا یه سوال داشتم، عقیده شما به اهورایزدی چیه؟ عقیده من رو چیه؟ یعنی چی؟ هلو؟ یس. یعنی چی؟ معنی سوالتون چیه؟ اهورا خالقی یزدی، اونی که میخواست با هواپیما بره ایران. ایشون هم یک آقای بود، اومد یک انسان بود، اومد نشست صحبت کرد، یه چیزایی گفت. حتی اگر ایشون میلیون ها میلیون پولم داشت امکان پذیر نبود از نظر تکنیکی. شما این کار نمی کنین. من کارم برای اینکه من دیوانه نیستم عزیزم. خیلی ممنونم، محبت دارین. شما بفهمین. علاقه بکستلام یه اینم که گاو از آب در اومد که بفهمین. بله مثل این بفهمین. شما بفهمید. بفهمید. درود بر شما آقای عطاوکی. درود بر شما عزیزم، بفهمید. خسته نباشید. ممنونم. آقای عطاوکی من 2 تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. قبلا می‌خوام بگم که من واقعا تعجب می‌کنم این همه پول ار داده میشه برای این تلویزیون شما. این مردم عوض اینکه از این فرصت استفاده کنن یه چیزی یاد بگیرن، اونایی هم که چیزی بلدن به دیگران یاد بدن. من متاسفم که چرا انقدر به
شوخی و لودگی و اینا میگی. عزیزم بارها شده، امشب هم یه نمونهشو دیدید، احمقی یه عده‌ای، شوخی و لودبازی یه عده‌ای یک مسائلی رو مطرح میکنه که بسیار بسیار در زندگی ما جدیه. و موضوع دیگه که میخواستم، یک ضرب المثلی هست از وقتتون استفاده میکنم اگه اجازه بدید این رو بگم. میگه قربان شما یه مدت دستور دادین که هر کی مالیات میده که هیچی داره میره سر کار، یه چوبی هم تو ماتد هم بل. خاک بر اون سر مردم کنن، حقشون همونه که ایران تجزیه بشه. میدونین دیگه من به اینجام رسیده که آدم چقدر نفهم میتونه باشه، که آدم چقدر گاو میتونه باشه. آخه چطور امکان داره آدم اینقدر بیشعور باشه که بهش بگم بیا برو دوربر قزوین اون بگم این کسایی که زنگ زدن مسخره بود زمین تمام رفا آقا دمشون گرم، خیلی چاکرشون باباشون محبت بفهمش وی یعنی بفهمش. جناب عطابکی جانم بفهمی، سلام عرض کردم. سلام عرض. من میخواستم از شما بپرسم، شما به عنوان یک رئیس جمهور آینده با این انسانایی که با شما به صورت بد صحبت میکنن، شما به همین صورت به ایشون جواب میدید؟ پس بنابراین فرق شما با این آدمایی که واقعا متوجه نمیشه. هیچ خانم، منم مثل اونا که واقعا متوجه نمیشم، منم یه حمال دیگه مثل اونام. اگه شعور شما اینقدره، منم بذار طرف شما رو تکمیل بکنم، منم یه حمال دیگه مثل اونام. خیلی ممنونم ازتون. شما بفهمید. سلام علیکم. سلام قربان، خسته نباشید، حال شما. ممنونم، بفهمید. خواستم تو کلام با آقای حق بفهم بفهم من خودم جواب بدم. بفهمید جانم؟ بفهمید من خودم هستم. میخواستم راجع به شما، مگه پخش زنده نیست قربان؟ چرا پخش زنده؟ شما کریدیت کارتتون حاضره؟ جانم کریدیت کارتتون حاضره؟ قربان اینجا که تلویزیون کالیفرنیا نیست که، اینجا من خودم جواب میدم، خودم با تو صحبت میکنم. بفهمید. آها بعدن پخش میشه؟ نه خیر قربان، همین الان داره پخش میشه زنده. الان شما رو ایلی. بله بله بله. سوالم داشتم ازتون. بفهمی. شما کالیبر اون کون گشاد این همه بشه. بفهمش. بفهمی. آقای عطابکی سلام با شما. سلام آبا. شما راجع به بنزین صحبت میکردین که چقدر گرونه. ببین عزیز من، الان پول بنزین از آب ارزونتره. تو چقدر اولاغ و خریشی نمیدید؟ آخه مردی که احمق بیشور، آخه اگه شما مدت شورت این عزیزم که دیگه برو دیگه بدبل مگه من نمیدونم والا. من ما حالا ایشون این از کجا آورده من دارد، لابد ایشون از اون سسول مموش پشتیان قرتیا هست که میره نمیدونم فلان آب. من حالا اینو پیش بود میخوام همتون بدونید اینا شیادایی هستن که میان مار میم الف ر رو میگن ببین مار اینه. اینا اون شیادا هستن. حالا این مردی که بیشعور اومده میخواد ذهن کی رو، میخواد مغز منو بشوره؟ آخه بگو آخه بی همه چیز وقت این برنامه رو تلف کردن اینجوریه. بذار بیان بگن، بذار بیان بگن، بذار شماها بیشتر ببینین، بذار شماها بیشتر ببینین، بیشتر بفهمین. من امشب خونیم. اون خانم درست میگفت، نه من اینجوری نیستم، مشاهدم کردید دیدید. کسان هم که میان بد میگم رد میشم ازش، میریم اصلا محل نمیذارم. ولی من امشب خونیم. خدا به داد اون کسی برسه که بخواد با من بیاد اینجا طور ناجور رفتار بکنه. بفهمید. الو عطابکی. بفهمید. ای گفت فکر شد